روپرت مرداک صاحب امتیاز مجله بریتانیایی جنجالی نیوز آف دی ورلد که تابستان سال گذشته به دنبال رسوایی شنود مکالمات تلفنی شهروندان بریتانیایی و آمریکایی بسته شد با اعلام اینکه هنگام اتخاذ این تصمیم وحشت زده بوده از تمام کسانی که شغل خود را بر اثر بسته شدن این مجله از دست دادند عذرخواهی کرد. او که در مقابل کمیسیون تحقیق در زمینه شنود مکالمات تلفنی توسط خبرنگاران این مجله صحبت می‌کرد با اعلام اینکه بسته شدن این مجله ضایعه‌ای مضاعف بوده از اینکه سال‌ها زودتر اقدام به این کار نکرده ابراز تأسف کرد. او افزود تمام کاری که من میتوانم انجام دهم این است که از خیلی از افراد از جمله تمام پرسنل بیگناه نیوز آف دی ورلد که شغلشان را از دست دادند عذرخواهی کنم. روز چهارشنبه صدها نفر با تجمع در مقابل این کمیسیون در لندن نفوذ آقای مرداک بر سیاستمداران بریتانیایی را محکوم کردند.